پیام آذر هستم، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران و عضو کمیته تلویزیون کانال جدید و مسئول تلگرام کانال جدید هستم. در رابطه با مدیای اجتماعی خواستم یه صحبت کوتاهی بکنم. همونجور که تو کنگره نهم حزب کمونیست کارگری ایران بر اساس برنامه‌ها و اهدافی که تعیین شد، اینکه حزب بیشتر به سمت جامعه بره، بیشتر به سمت توجهش به اعتراضات مردم در داخل حرکت بکنه و این پیوندی بین حزب و جامعه رو گسترش بده، و یکی از این مواردی که میتونست این پیوند رو برقرار کنه مدیای اجتماعی بودش، تلویزیون، صدا، تصویر. و به نظر من ما تونستیم تو فاصله بین کنگره نهم و دهم حزب کمونیست کارگری به این سمت حرکت بکنیم. مدیای حزب خیلی قوی تو این زمینه عمل کرده، تو ارتباط گیری با رهبران جنبش ها در جامعه، با رهبران کارگری، با رهبران معلمان، و تونسته مواضع حزب رو تبلیغ بکنه، ترویج بکنه. تو این رابطه تونسته پیوندهای زیادی رو برقرار بکنه، به ویژه مثلا تو رابطه با مسئله تلگرام کانال جدید. با توجه به تولیداتی که توی کانال جدید میشه، وقتی که اینا رو از تلگرام پخش میکنیم میبینیم که هزاران نفر این ویدیوها رو دست به دست میکنن و بهش توجه میکنن و اهمیت میدن. و ضمن این که خب اصلا هدف این بوده دیگه، مثلا یکی از کارهایی که تو تلویزیون کانال جدید انجام گرفته بر اساس اون مصوباتی که توی کنگره نه بودش، ارتباط گیری با مهاجرین افغانی بودش، افغانستانی بودش، و این پیوند تو این زمینه یه برنامه تهیه شدش توی کانال جدید که الان حدود 10 قسمت از اون تهیه شده به نام با هم، که تو این زمینه است، تو این راستا و تونسته خیلی ارتباطات گسترده‌ای رو برقرار بکنه. در صورت اون چیزی که مسلمه اینه که نتیجه اون کنگره و نتیجه اون اهدافی رو که تعیین کرده بود به نظر من تونستیم انجام بدیم، حداقل تو زمینه کاری که ما داشتیم، مسئولیتی که ما داشتیم، من و رفقای دیگه که تو کمیته تلویزیون هستن داشتیم، این بود که بتونیم این پیوند رو برقرار کنیم، بتونیم این راه رو بازترش کنیم، ارتباطات رو بیشتر بکنیم، و موفق بودیم. و انتظاری که دارم من از کنگره دهم حزب کمونیست کارگری اینی که همونجور که در جهت سازماندهی از طریق مدیای اجتماعی تعیین تکلیف شده بود و کارهایی انجام گرفته، انتظار من اینه که باز هم این راه ادامه پیدا بکنه، گسترده تر بشه تا بتونیم ارتباطات بیشتری رو برقرار بکنیم. اون چیزی که مسلمه امروز حرف مدیای اجتماعی، تلگرام، وایبر، واتساپ و اینستاگرام و تلویزیون، و این از این طریقه که ما میتونیم ارتباطات خیلی گسترده و وسیع داشته باشیم. در صورت برای کنگره آرزوی پیروزی میکنم، خودم رو آماده میکنم که با یه روحیه خیلی شاد و بالا به کنگره دهم برم. از همه کسانی که این امکان رو دارن دعوت میکنم که به کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران بیان. موفق و پیروز باشید. من نازنین برومند هستم، از اعضا و کادر حزب کمونیست کارگری ایران. از بعد به تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران من با این حزب فعالیت میکنم. فعالیت من در حال حاضر بیشتر در زمینه علیه اسلام سیاسیه،
در سازمان اکس مسلم من زندگی کار میکنم، بیشتر فعالیت میکنم، در آلمان زندگی میکنم و حیطه فعالیتم بیشتر اینجاست و در حزبم مسئولیت های مختلف دارم، از جمله عضو کمیته خارج حزب کمونیست کارگری هستم. انتظار من از کنگره اینه که ما خب طبق کنگره های پیش بتونیم با دستاورد هرچی بیشتری از کنگره بیایم بیرون. با توجه به گذشته، به توجه به دوره‌ای که از کنگره پیش تا به حال، از کنگره نه تا به حال داشتیم، یه دوره خیلی پرتلاطم، دوره سیاسی که بعضن اتفاقات خیلی زیادی توی دنیا و از جمله توی ایران افتاده و سرمایه‌داری جنایات زیادی کرده و علیه جنایات سرمایه‌داری هم اعتراضات زیادی بوده. در نتیجه من فکر میکنم خب توی این کنگره در درجه اول باید به همه اینها بپردازه و با توجه به این اتفاقاتی که افتاده رو به آینده با قدنامه ها و بحث ها و سمیناره مختلفی که توی کنگره حتما پیش میاد بتونه راه آینده رو برای ما روشن بکنه، نه فقط برای اعضای حزب کمونیست کارگری، بلکه برای جنبش کمونیسم کارگری و برای مردم ایران و شاید در منطقه. من خب چون خودم بیشتر گفتم در زمینه علیه اسلام سیاسی خیلی فعال هستم، فکر میکنم یکی از محورهای صحبتهای ما توی کنگره باید حتما همین باشه. اسلام سیاسی تو دوره قبل هم بازم جنایات زیادی کرده، از داعش گرفته تا کلن خود دولت‌های اسلامی از جمهوری اسلامی که خب جای خود داره تا دولت‌های دیگه مختلف توی منطقه و حتی اسلام سیاسی که توی اروپا جا باز کرده، ما باید بتونیم هرچه قوی تر به این به اصطلاح موزل بپردازیم، به هرچه قوی تر، هرچند که در گذشته مبارزات زیادی علیش کردیم و پیشرفت‌های خیلی خوبی هم داشتیم، به نظر من باید این دوره این گام‌های بعدیمون رو روشن بکنیم که چیا هست و برای اون پیش بریم. من امیدوارم که واقعا این کنگره و مطمئنم که این کنگره یک کنگره مثل همیشه شاداب و کنگره خیلی پر از دستاوردهایی خواهد بود که برای ما حتما خیلی راهگشا هست. در این حال یک چیزی هم که هست، خب همه کنگره، هر کسی که توی کنگره حزب بوده میدونه که ما همیشه توی کنگره با بزرگترین خب مجلس در واقع بزرگترین جلسه حزب و ما با اعضای زیادی که اونجا میان، با مهمانان زیادی که میان، یک به اصطلاح گرد همایی خیلی خوبی داریم و برای خود من باز هم این خودش یه به اصطلاح چیز مهمی هست که من امیدوارم توی این کنگره هم با شرکت بیشتر اعضا و شرکت بیشتر مهمانان ما بتونیم گرد همایی خیلی خوبی داشته باشیم، نه تنها در جلسات رسمی کنگره بلکه خارج از جلسات توی به قول معروف لابی های کنگره، توی راهروهای کنگره با اعضا بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، حرف بزنیم و لحظات خیلی خوبی داشته باشیم. به نظر من اینم یه جنبه دیگه از کنگره هست و من واقعا جای همه کسانی که اعضای حزب هستن یا دوستان حزب هستن و نمیتونن توی این کنگره شرکت کنن رو خالی میدونم. مرسی. ناصر اصغری هستم، از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری و همچنین عضو هیئت تحلیلی نشریه کارگری کمونیست هستم که هفتگی چاپ میشه و مسائل جنبش کارگری رو چه در سطح ایران و چه در سطح بین‌المللی
به بحث و بررسی میذاره. از فاصله کنگره 9 تا کنگره 10 جنبش کارگری در ایران، کل جامعه ایران یه تحرکات تعرضی خیلی وسیعی به خودش داره و در این بین هر کسی که به صحنه سیاست در ایران نگاه کرده باشه متوجه میشه که جنبش کارگری خیلی دقیق تر بوده، اعتراضات وسیعی داشته، رهبران کارگری اومدن و به طور مشخص جنبش کارگری و کل جامعه رو مخاطب قرار دادن. جنبش معلمان هم خیلی وسیع بوده، خیلی رزمنده بوده، اما این گذشته است. انتظار من از کنگره ده اینه که حزب کمونیست کارگری این دفعه بیاد مشخصا این یک راه حل جلوی جنبش کارگری بذاره که از این وضعیت به اصطلاح فراتر بره. دیگه وضعیت گذشته تا با هر چی بوده گذشته بوده، ما انتظار داریم که خود جنبش کارگری به نظر من حزب کمونیست کارگری انتظار داره که از این وضعیت فراتر بریم و یه راه حلای به اصطلاح کانکرت جلوی جامعه بذاره، مجامع عمومی رو بیشتر زیر نور افکن بذاره، رهبران کارگری بیشتر معرفی بکنه، راه حلای کنکرتی که چطوری میشه از مثلا یه اعتصابی که محلی است این اعتصاب رو فراتر برد به کانالایی، این اعتصاب به یه کانالی وصل کرد که اعتصابای دیگه تو جامعه دائم در حال اتفاق افتادن هستن. اینا باید به نظر حزب کمونیست کارگری بتونه اینا رو به همدیگه وصل بکنه که از این وضعیت آچمز بیاد بیرون و انتظارات زیادی میشه. مثلا حزب کمونیست کارگری باید به نظر من تو این کنگره مشخصا یه کاری بکنه، یه راه حل جلو بذاره که فعالین کارگری بیان نه تنها توی از میدیای حزب کمونیست کارگری استفاده بکنن، بلکه رسما بگن این حزب ماست و تو جامعه به عنوان یک نیرویی که حزب تنها راه حلی داره، اینو حزب به عنوان یه تنها نیرویی که راه حلی داره برای بیرون رفتن از این وضعیت به جامعه بشناسنن، به درون طبقه کارگر ببرن، به درون بدنه جنبش کارگری ببرن و یک راه حلی که شایسته این وضعیت است، شایسته این بحران است جلو جامعه بزن. سیما بهاری هستم، از فعالین و از کادرهای تلویزیون کانال جدید هستم، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ام. میتونم با افتخار بگم از بعد به تاسیس حزب یکی از اعضا یا فعالین یا کادرهای این حزب بودم. توی کانال جدید فعالیت میکنم. کانال جدید همینطور که بینندگانمون میدونن یکی از ارگانهای حزب کمونیست کارگری هست. با افتخار میتونم بگم ارگانی هستیم که میتونیم حقیقت رو به گوش مردم برسونیم. توی وانفسایی که میتونست اخبار و اعتراضات و هر چیزی در دست حاکمین باشه و اونجوری که میخوان جعل کنن، ما سد این سانسور رو میشکنیم و این یکی از افتخارات بزرگ زندگی من هست. حزب کمونیست کارگری و کانال جدید فعالیت‌های زیادی کرده، سعی کرده که به مبارزات مردم خط بده و من میتونم باز هم بگم که کانال جدید توی خط دادن به مبارزات مردم، تو بردن شعارهای انسانی، تو بردن شعارهای برابری طلبانه در تظاهرات ها و اعتراضات مردم نقش بسیاری داشته. فاصله بین دو کنگره، کنگره قبلی و الان که نزدیک داریم میشیم به کنگره، میتونم بگم که اتفاقاتی که افتاده در جامعه ایران مشخصا این بوده که تظاهرات ها و اعتراضات مردم تونسته به گوش دیگران برسه با همت کانال جدید، با فعالیتی که حزب کمونیست کارگری در کانال جدید انجام داده، تونسته این کانال بشه صدای اعتراض مردم. فکر میکنم انتظاری که هر کدوم از ماها از کادرهای حزب، از حزب داریم و از کنگره داریم میتونه این باشه و این هست که بیشتر صدای اعتراض مردم باشه،
نقش سازمانده قوی تری بتونه اجرا بکنه، بتونه مبارزات و اعتراضات مردم رو به صورت سراسری تر ارگانیزه بکنه و پیش ببره. و من امیدوار بودم، امیدوار هستم که تعداد زیادی از شماها که صدای ما رو میشنوید بتونید مهمانان این کنگره باشید، بتونید در کنگره حضور داشته باشید با بحثای خودتون، با دخالتگری های خودتون. این وظیفه و این مهمی رو که به گردن حزب و به گردن ما فعالین حزب هست رو یاری کنید به ما که بتونیم به نحو احسن پیش ببریم. من میدونم چشم جامعه به حزب کمونیست کارگری دوخته شده و این به جا هست، حق دارن مردم از ما انتظار داشته باشن و من امیدوارم کنگره بتونه پاسخگوی این نیاز و این طلبی باشه که مردم از ما دارن. با کمک شما حتما ما میتونیم جامعه بهتری رو برگزار کنیم روی ویرانه های جمهوری اسلامی. عبدالله اسدی هستم، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی. این فدراسیون از 27 سال گذشته تشکیل شده تا به امروز سازمان بسیار خوب و رزمندهی برای دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی بوده و در این چند سال در یک مبارزه متشکل و سازمان یافته با سازمان هایی که کم و بیش مثل ما کار کردن در کشور غربی در دفاع از حقوق پناهندگان تلاش های بیدریغی کرده و آدم های بسیار زیادی رو از زندگی نجات داده و یا از خطر دیپورت به ایران نجات داده و در این حال سازمانی بوده که پناهجویان ایرانی رو متشکل کرده و از انزوا و تنهایی اینها رو در آورده و در مکانهای مختلفی برحال اینها رو به جلسه و به مبارزه دعوت کرده. خب در ساختن این فدراسیون حزب کمونیست کارگری ایران همیشه نقش بسیار برجسته و مهمی داشته و به همین خاطر خب بیشتر فعالینش فعالین حزب کمونیست کارگری بوده، ولی در این سالهای بسیار طولانی نقش مهمی داشته در رهبریش، در سرپا ایستادنش و در دفاع از حقوق پناهندگان. من خب قرار توی کنگره اخیر حزب کمونیست کارگری با عنوان اجازه رهبری این حزب شرکت کنم. در این کنگره هم انتظارم اینه این حزب بعد به این فدراسیون نگاه کنه، به شرایط حاد پناهندگی امروز در جهان نگاه کنه، یکی از مسائل مهم امروز دنیا هست و بعضم بتونه تأثیرات تعیین کنندهی در این دوره در دفاع از حقوق پناهندگان داشته باشه. و در این حال انتظارم از این کنگره این هست در ایران هم بتونه نقش اساسی داشته باشه و بتونه راهنمایی هاش خط و جهتی که امروز به معارضه زیادی که در ایران هست در نقطه درست قرار بگیره و بتونه رهبر و راهنمایی خیلی خوبی برای مبارزات مردم در امروز در جامعه ایران باشه. من فریده آرمان هستم، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران. دوست داشتم با شما یه صحبتی داشته باشم در رابطه با کنگره ده حزب کمونیست کارگری که نزدیک میشه و به زودی هست و
بگم این نظرم چیه در مورد این کنگره. من فکر کنم خیلی مهمه که ما میدونیم اگه حزبی وجود نداشته باشه موفقیتی وجود نداره، تغییری وجود نخواهد داشت، به خاطر اگه یعنی حتی اگه انقلاب بکنیم ما نمیتونیم بدون حزبمون به موفقیتی برسیم. و کنگره حزب اهمیتش اینه که جاییه که هر دو سال سه سال یه بار دو سال و نیم یه بار میشینن و اعضا و کادرهای این حزب و میشینن در مورد سیاست ها و خط مش و نقشه های دوره آتی میشینن نظر میدن، فکر میکنن و دنبال کردن شما، دخالت کردن شما خیلی اهمیت زیادی داره. این حزب خود شماست، حزبیه که اگه میخواییم زندگیمون عوض بشه، بهتر بشه و نمیخواییم یه جامعهی داشته باشیم مثل که جمهوری اسلامی بهش حاکمیت کنه، ما بایستی دنبال کنیم، بپیوندیم و نظر بدیم و دخیل باشیم. من خودم به عنوان یه عضو کمیته مرکزی خودم سعی کردم در فاصله این دو کنگره تو کار اجتماعی که همینجا تو سوئد انجام میدم کارم مرتبط باشه یا به نوعی بتونه نفع این کار من برسه، به بالاخره نتایج این کارم یه نفعی داشته باشه برای جنبشی که خودم بهش وابستگی دارم و خودم دوست دارم که کمک بکنم به این جنبش، جنبش زنان، جنبش کودکان تو ایران. و کاری که تو این فاصله من کردم این بود که تمرکز زیادی ما گذاشتیم روی پروژه‌ای در رابطه با خشونت به کودکان و کودکانی که مورد خشونت واقع شدند یا در خانواده‌های زندگی می‌کنن که توش خشونت می‌بینن یا پدر یا مادر اونا رو کتک می‌زنه و اینا مورد خشونت واقع میشن. وضعیت این بچه‌ها چطوری میشه به این بچه‌ها کمک کرد؟ چه راه‌هایی وجود داره برای اینکه اینا از این وضعیت یعنی آسیبای کمتری ببینن؟ و مشغول این هستیم به انتشار یک کتاب متدیک که میتونه کمک بکنه، راه نشون بده به اینکه چطوری میشه به این کودکان کمک کرد، که امیدوارم بتونم این کتاب رو ترجمه کنم و در اختیار مردم تو ایران قرار بدم این کتاب رو و بتونن از نتایجش استفاده بکنن. انتظارم واقعا اینه که حزب بیشتر و متمرکزتر به مسئله زنان و کودکان تو ایران توجه بیشتری بکنه و نیروی بیشتری اختصاص بده و مسائل اونها جای بیشتری تو حزب ما داشته باشه. انتظارم از کنگره ده اینه و از این طرفم از مردم انتظارم اینه که حزبتون رو دنبال کنید، تقویت کنید، بهش به هر طریقی اگه مسائل و مشکلاتی تو ایران دارین که فکر کنین که بایستی تو این حزب راجبش کار بشه، شما دخیل باشین، بفرستین نظراتتون رو و مسائلتون رو و اجازه بدین که حزبم بهش بپردازه و راه حل نشون بده. این انتظار منه.